شماره هر بازیکن مساوی با فرصت برای گلزنی. توی این ویدیو همه بازیکنای فوتبال از شماره 1 تا 99 آوردیم توی گردونه و اگه لیونل مسی از این گردونه در بیاد، یعنی تا دقیقه 30 بازی وقت داریم که با مسی گل بزنیم و به امتیاز 150 برسیم. گل توی محوطه 15 امتیاز و بیرون محوطه 20 امتیاز. اما سختی کار اینجاست که فقط با 10 تا از بازیکنای فوتبال باید این چالش رو تموم کنیم. 3 تا جون داریم و اگه جونامون تموم بشه ویدیو همونجا به اتمام میرسه. پس گردونه رو میچرخونیم و کسی در نمیاد جز وای آندرسینی استاد 8 دقیقه وقت دارم. پس اولین چالش رو باید با آندرسینی استاد شماره 8 انجام میدادیم، یعنی باید آندرسینی استاد مقابل سخت‌ترین دفاع دنیا قرار میگرفت. یا محمد فاز چالش شروع میشه. اسکورورد رو نگاه کنید، شماره 8 این دیدار. وای رو جان پدره، توپ رو بده من تو رو خدا توپ رو بده من. آندرسینی استاد توپ رو میگیره، زد همه داره میزنه. فقط 8 دقیقه وقت داریم، یک دقیقه میرسیم اونجا. آندرسینی استاد خراب کرد. آجی تو رو خدا بگی توپ ازش، تو رو خدا بگی توپ ازش. اینیستا بیا، آندرسینیستا سمت راست رو اتک میزنه به سمت دروازه حریف. آندرسینیستا اونجا چمز میشه. وای اینیستا رو باید میوردم جلو، سخت شد کارمون. اینیستا بده من تو رو خدا توپ بیا برو دیگه. اینیستا آندرسینیستا زده همه داره میزنه به سمت دروازه حریف. آخرین فرصت آندرسینیستا است. به سمت دروازه حریف هجوم داره میبره از سمت راست، داره میره داخل. نگرانش دور. وای 7 دقیقه آجی باید شوتر رو بزنم. وای شوتر رو بزن باره کلا دقیقه 47 ثانیه از تو محوطه. وای تا این یه کار 15 امتیاز میگیریم. میچرخون 23 ها بود. پس باید با جمال موسیالا تا دقیقه 42 بازی گل به ثمر برسونیم. این سری با جمال موسیالا مقابل دفاع قدرتمند دورتموند قرار میگرفت. حالا اوس جمال موسیالا این بازی کن که من قدشو بلند کردم و یادم رفتش که قدشو کوتاه بکنم، باید در مقابل دورتموند قرار بگیره و گل زنی بکنه. ماشاءالله اوس جمال موسیالا. اوس جمال بابا برو کنار شو ترو بزن. اوس جمال جانم دیریب تو رو خدا این گل چه، تو رو خدا. بازی سخت شده بود و جای اوس جمال با مولر عوض کردم. احمق جان برو اوس جمال برو. اوس جمال موسیالا حرکت میکنه. جمال موسیالا شو ترو بزن. جمال احمق سالم میرسونه. حالا اوس جمال حرکت، اوس جمال شو ترو بزن دیگه. بده جمال احمق بشکر با چرخ شوتش کن. تیر دوم گوج ای بده وسط. جمال بده عقب. جمال برو تو. جمال شوتش کن بره تو گل. من به این نتیجه رسیدم که اول به این بوزینه نباید پاس بدیم، ولی الان من پاس میدم بهش و اینو گلش کن. آقا خطا گرفتیم وایسا. ببین جمال اینو گلش کنی 20 امتیاز گرفتیم. تو رو جان پدر جمال یا حضرت عباس. خیلی گابه. باز دوباره جای اوس جمال عوض کردیم. من یکی دیگر رو به کمکشون بردیم. باز برای جمال موسیالا. خاک تو اون سرت. یا حضرت عباس بزن تیر اول. خاک 11 تا شوت و گل نکنی دیگه بازیکن گاوه. متاسفانه این چالش هم ناموفق بود. حالا دیگه گردونه رو میچرخونیم و کسی نیست جز جود بلینگام. پس بعد ما جود بلینگام تو دقیقه 22 بازی گل به ثمر میرسوندیم. حالا جود بلینگام باید در مقابل دفاع سنگین بایرن مونیخ قرار میگرفت. برو بده پاس بلینگام بیا برو پاس به بلینگام. شوت بلینگام. پاس به بلینگام. بلینگام برو پاس رو میده، حرکت میکنه خودش رو به جلو. به بلینگام دوباره میرسه. بلینگام بازگرگه زیبایی داره انجام میده اونجا. خود بلینگام یه دبل تاچ میتونه شوت رو انجام بده. دوباره بلینگام تو پرون گرفته که خراب کرد. بنداز بلینگام رو بنداز آقا. ببین توپ رو بگیریم، دادم بلینگام گل زده. توپ رو بگیر بده بلینگام شوتش کن بلینگام. بلینگام نگرش دار چیکار کرد بلینگام؟ دقیقه 11 بازی چون از بیرون محوطه زدیم 20 امتیاز میگیریم و به امتیاز 35 میرسیم. پس بار دیگه گردون رو چرخوندیم و کاسمیروی دفاعی. پس باید به کاسمیرو تو دقیقه 18 بازی گلو میزدیم. حالا کاظم دلها باید در مقابل دفاع لیورپول قرار میگرفت. اسم کاظم استومش کن. ای وای آش کاظم دلها پاسه رو میده، حرکت میکنه توی عمق دفاع حریف. سرعتش پایینه. بزن کاتر رو بده. وای کاظم دلها شوتر رو میزنه. کاسمیرو پاسه رو میده، حرکت میکنه توی عمق دفاع حریف. سرعت بالایی داره کاسمیرو. چیپر رو میزنه. وای
یا حضرت عباس یا اول فصل وارد کرد دقیقه 18 دقیقاً دقیقه 18 دروازه رو باز کرد کوسمیرون گدن ها چون از داخل محوطه این گل زدیم 15 امتیاز به امتیازمون اضافه میکنیم و به امتیاز 50 میرسیم بار دیگر گردون دارم چرخونیم و تو رو خدا تو رو خدا محمد سلام پس 11 دقیقه وقت داشتیم تا با محمد سلام گل به ثمر برسونیم حالا بازیکن مصری قصه ما باید در مقابل دفاع من سیتی قرار میگرفت بودوین 11 دقیقه بیشتر وقت نداریم ولی ای کاش صلاحو میذاشتم جلو اما اشکال نداره چون بهش به موقع به جا رسید و صلاح یه کات زیبا چه گلی دقیقه 33 ثانیه گل زدم 33 ثانیه بابا این شاهد گل راموسه که آقا داره راموسو به سخره میگیره این و از اونجا که از ویرون محبت بود 20 امتیاز میگیریم و به امتیاز 70 میرسیم پس میریم سراغ بازیکن بعدی و امیدوارم که یه دونه 70 80 بیفته و کسی نیست جز ای وای از روم سیرت شد زینچنکو باید به دفاع چپ آرسنال تا دقیقه 35 بازی گل به ثمر میرسوندیم زینچنکو ریگل ها باید در مقابل دفاع سهمگین منچستر قرار میگرفت حالا بازی آرسنال شروع میکنه این چه زینچنکو ریگل ها ما این 8 این اودگارد بود اود زینچنکو کو به جلوتر میرسونه حالا اونجا زینچنکو رو بعد راه بندازیم زینچنکو شوت اولش بوم پو اوه برای اولین بار تو عمرم دارم میبینم یه دروازه‌بان تو در عین بازی توپ با پاش داره در میاره یا اول فصل بک شوتش برو تو برو تو برو تو برو تو برو تو بده بهش شوتش کن زینچنکو واک بشود بره تو گل خدا وکی بار کلا دقیقه 12 بازی چون گل از توی محبت زدیم 15 امتیاز میگیریم و در مجموع به امتیاز 85 میرسیم پس گردونه رو بچه رو خونیم و بازی کنه بعدی کسی نیست جوز دور خدا برو بالا نه نیمار پس باید با نیمار جونیور تا دقیقه 10 بازی گل رو به ثمر میرسوندیم اما مشکل اینجا بود که مهدی فرصتی برای اشتباه کردن نداشت حالا بازیکن برزیلی قصه ما باید در مقابل دفاع المپیک لیون قرار میگرفت برو نیمار تو رو خدا ببین از بیرون محوطه بزنی رفتی ما وای این مپه الان بود گلش کرده بود بزن تیر دو خالیه وای 10 دقیقه تایم کمیه از جای نیمار رو با مپه عوض کردیم بشود ایمار وای بشود ایمار چه گولی زدم دقیقه 9 بازی از توی محوطه جریمه نیمار با شماره 10 چون از توی محوطه با نیمار گل به ثمر رسوندیم 15 امتیاز میگیریم و در مجموع به امتیاز 100 میرسیم پس گردن رو میشه بریم تا بازیکن بعدی در بیاد و کسی نیست جز آلوارز این یعنی با این بازیکن باید تا دقیقه 19 بازی گل به ثمر میرسوندیم حالا آلوارز قصه ما باید در مقابل دفاع لیورپول قرار میگرفت آلوارز حالا یک تیک تاکای زیبا داریم تو پروژه جلو میاریم و دوباره اونجا دیبروینه رو به صاحب توپ بکنیم آلوارز بده پاسو آلوارز بیا برو شوتش کن چه گونی شماره 19 دقیقه 2 دروازه رو باز کن از توی محوطه جریمه چون گل از توی محوطه جریمه زدیم پس 15 امتیاز میگیریم و به امتیاز 115 میرسیم پس بدون معطلی رفتیم سراغ بازیکن بعدی تو رو خود بالا بده آها مسی برو بالاتر کای هاورتس این یعنی باید تو دقیقه 29 بازی گل رو میزدیم بازیکن آلمانی ما باید در مقابل دفاع منچستر سیتی قرار میگیره ببین یه حسی بهم میگه هاورتس میدونه تو کارمون ولی آهان روش رو خدا هاورتس تو رو جان پدرت اینجا رو خراب نکن دیگه هاورتس استوبش بزن شده رو ایش و گفتم این میرینه نایی سبادم به این هاورتس احمق بره برو گم شده دیگه تک بده که آقا بزن بره تو گل خواهشن برو کلا دقیقه 4 رومه بازی نشده هنوز شماره 29 کای هاورتس گل به سبب میرسونیم اما چون از توی محوطه بوده 15 امتیاز میگیریم و به امتیاز 130 میرسیم میریم برای بازی کن آخر اگر بتونیم یه 20 امتیازی بزنیم کار تموم و امتیازم 150 شده تو رو قرآن نه وو کی هم دادی به همون با این من 20 امتیازی بزنم زرش باید با سلطان مگوایر تو دقیقه 5 بازی گل زنه می کردیم ولی اینجا تای خطه اگر 20 امتیازی بگیریم برنده ایم اگر 15 امتیازی بگیریم باختیم چون آخرین کارتیه که میتونیم ازش استفاده کنیم یعنی کارت دهمه حالا باید سلطان همه بازی کنا در مقابل من سیتی قرار می گرفت یه لحظه مگوایر کجاست؟ بگیدم تون دهنتان نهستی تو
وش وش وای فوت تو حضرت عباس کاتو بده کاتو بده دیگه برکلا دقیقه توی بازی چه گلی میزنه سلطان مگوایر باورم نمیشه تونستم باشم پشت محوطه کاسن کیرل نداره داداش شانس آوردن داشت میگرفت ازم توپو اصلا تو کات خیلی کم گرفت برکلا و حالا با 20 امتیاز که مگوایر بهم داد به امتیاز 150 میرسیم و چالش تموم میشه امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید که خودم خدای خیلی حال کردم ولی خیلی استرس داشت ممنون تا آخر ویدیو نکردید فعلا تو ویدیوهای بعدی